آدم های مشهور وقتی مرتکب جنایت میشن انگار برای دنیا اونقدری مهم نیست که آدم های معمولی جنایت میکنن. پرونده امروز داستان یکی از اون آدم های مشهوره که در اوج بیرحمی جنایت کرد. سلام من مرزیم و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید توضیح بدم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون باخبر با خبر بشید اینو همیشه میگم یه بار دیگه هم تکرارش میکنم اگر از همراه های قدیمی ما هستید یادتون نره که بعد از دیدن ویدیو اگر دوستش داشتید حتما لایک کنید چون هم کمکمون میکنه هم خوشحالمون میکنه بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز که داره توی آمریکا اتفاق میفته. فضای کلی که این ویدیو توش روایت میشه و اتفاق افتاده توی آمریکا و بین جامعه که غرقن در موسیقی و سینما و هالیوود. کسی که قرار امروز در موردش صحبت کنم لانا جین کلارکسانه. لانا متولد 5 آپریل 1962 توی لانگ بیچ کالیفرنیا بود. مادر و پدرش دانا و جیمز بودن و یه خواهر و یه برادر هم داشت اسم برادرش جسی بود و اسم خواهرش فان. زندگی خیلی خوبی داشتن مثل یه خانواده معمولی با همدیگه زندگی میکردن اما وقتی لانا نوجوون بود پدرش رو از دست داد. بعد از یه مدت کوتاهی هم خانوادش که شامل مادرش و برادرش و خواهرش بودن مهاجرت کرد اومدن به لس آنجلس. شما تصور کنید که یه دختر جوون زیبای قد بلند بلوند رسیده به لس آنجلس و تازه یک دروازه جدید به روش باز شده. لانا از همون اول فهمید که عاشق اینه که وارد حوزه سرگرمی بشه سینما، سریال، مد فشن دلش میخواست تو این دنیا باشه خب همه ی ویژگی هایی هم که جزو استانداردهای اون موقع بود داشت هم خیلی زیبا بود هم خیلی اعتماد به نفس داشت هم خیلی خوب میتونست حرف بزنه به خاطر همین هم از نوجوانی شروع کرد وارد حوزه مد و فشن شدن خیلی زودم توجه شرکت های کوچیکی که توی حوزه مد و فشن کار میکردن رو جلب کرد خیلی هم موفق بود تونسته بود روی چندتا مجله بره وارد حوزه فشن بشه سال 1982 توی اولین فیلمش بازی کرد اسم فیلم فست تایمین ریچمونز بود خب موفقم بود یک هم که گذشت تونست توی فیلم سکارفیس یک نقش کوتاهی بگیره اما اوج مشهور شدن لانا مربوط به یه سری فیلم بود به اسم ملکه بربرها احتمالا نوجوونهای قدیم کسایی که مثلا اوایل دهه شست نوجوان بودن پسترای این فیلم رو به خاطر میارن به خاطر اینکه خیلی مشهور شده بود لانا یک زن بلند خیلی زیبا بود که خیلی کم لباس توی این پسترها یک شکل رزمی و یه شکل جنگجویی هم گرفته بود همیشه هم شمشیر دستش بود لانا تبدیل شده بود به یه شخصیتی شبیه لارا کرافت یک زنی که خیلی کم لباسه، خیلی جنگجوه، خیلی مبارزه و حقیقتش طیف کاریش هم همین حوزه بود یعنی فیلم های کم هزینه ای که تمرکزشون روی جذابیت بسری بازیگر زن داستانه این موضوع باعث می شد که لانا خیلی فرصت نکنه وارد بخش سینمایی جدی بشه سینمایی که این فرصت رو بهش میده که استعدادهاش رو نشون بده یک نقش واقعی داشته باشه بتونه نشون بده که چه توانایی هایی داره و خب اون تبدیل شده بود به بازیگر محبوب نوجوانها ها زنی که توی اکثر فیلمهاش کم لباس می پوشه. نقش یک آدم مبارز رو داره و خب پوسترش حسابی چاپ میشد و مشهور بود توی یک فیلم ترسناک بازی کرد توی چند تا سریال دیگه بازی کرد هیچ وقت نقش اصلی نبود جزو نقش های هاشیهی بود که می اومدن و می چیزی که برای لانا اتفاق می افتاد این بود که اون هیچ وقت فرصت پیدا نکرده بود وارد سینمای اصلی بشه هیچ وقت فرصت پیدا نکرده بود که عکسش روی جلد مجله های جدی بره پوستر فیلم های جدی تصویر اون باشه نقش اصلی یک سریال باشه یا حداقل یکی از نقش اصلی های سریال باشه همین موضوع هم ناراحتش میکرد دلش میخواست فرصت این رو داشته باشه که بیشتر دیده بشه اما خب سینمای کم هزینه که اون زمان هالیوود فیلم ها توش ساخته می یعنی همین سبکی که لانا کار می خیلی وفادار به بازیگرها نبود و زمانی که بازیگرها کم کم سنشون میرفت بالا و وارد سی سالگی می پیشنهاد فیلم ها بهشون کم و کمتر می برای لانا هم این اتفاق میافتاد افتاد. وقتی وارد سی سالگی شد این پیشنهادهایی که بهش می شد کم بود خیلی سینمای ساده ای بود کمتر و کمتر هم شد حالا لانا توی سی سالگی دلش میخواست فرصت این رو داشته باشه که یک کار تازه انجام بده یک کار جدید انجام بده نکته که در مورد این آدم وجود داره توی پرانتز بگم اینه که زمانی که ما داریم صحبت میکنیم پیش از مثلا مرگ فردی مرکوریه جایی که مشخص شده بود که اون درگیر چایویه و نگاه مردم یک مقداری به این بیماری تغییر کرده بود توی شرایط اون موقع لانا هر هفته غذا میبرد به یک خیریه‌ای که اونجا افرادی که درگیر ویروس اچایوی بودن زندگی میکردن خیلی مهربون بود با اینا میشست حرف میزد رفت آمد میکرد و این رو در نظر بگیرید که اون موقع جامعه معتقد بود که دست دادن به این آدم ها هم ممکنه که بیماری رو منتقل بکنه به خاطر همین اون زمان خیلی کار بزرگی انجام میداد و همین موضوع یه مقداری توجه رسانه ها رو بهش جلب میکرد هرچند که اکثر مواقع این کارها رو مخفیانه انجام میداد چیزی که اون موقع لانا بهش فکر کرد برای اینکه یک تحول ایجاد کنه توی کسب و کارش این بود که بیاد و استنداپ کمدی انجام بده. شروع کرد نوشتن متن خودش، اون رو اجرا کرد برای خانوادهش، همه میخندیدن، همه استقبال میکردن. اما ما باز داریم از دوره صحبت میکنیم که بخش تنز سینما، بخش تنز هالیوود معتقد بر اینه که زنها کمدین های موفقی نیستن. به خاطر همین هم خیلی از کارش استقبال نمیشه بهش این فرصت داده نمیشه که برنامهش رو اجرا بکنه و کم کم بیخیال این موضوع میشه یکم که میگذره به این فکر میکنه که خب من الان برای کسب و کار خودم برای گذران زندگیم و یه کاری انجام بدم دیگه منم احتیاج به درآمد دارم میاد یه وبسایت میسازه و توی اون وبسایت دیویدیای فیلمای خودش رو به همراه پستراش میفروخته چتروم داشته یک فضای گپ زدنی داشته فیلم ها رو میفرستاده امضا میکرده میفرستاده پوستر رو امضا میکرده میفرستاده اما زمان که میگذشته سال به سال طرفدارای اون کمتر و کمتر میشدن آدم هایی که توی نوجوانی و جوونی عاشق فیلم های لانا بودن حالا بزرگ شده بودن و دیگه اون فیلم چندان براشون جذابیت نداشته و خب مشتری هم هی کم و کمتر میشدن به خاطر همین فکر میکنه که وارد یک کار جدید بشه همین زمانا بهش پیشنهاد یک کار دیگه ای میشه و قرار میشه که توی یک کلاب کار بکنه اما نه هر کلابی اسمش هاوس آف ده بلوز بوده و رسما پاتوق مهمترین و مشهورترین هایی بوده که اون زمان فعالیت میکردن چه در حوزه سینما چه در حوزه موسیقی تهیه کننده ها کارگردان ها پاتوق مشهورترین آدم هایی بوده که اون زمان توی صنعت سرگرمی فعالیت میکردن حالا شغل لانا قرار بوده توی این کلاب چی باشه؟ قرار بوده قشنگ باشه همین قرار بوده به عنوان یک خانوم زیبای خوشلباس دم در در قالب میزبان به این آدم ها خوش آمد بگه راهنماییشون کنه و بسپره که بقیه برای اونها نوشیدنی بیارن یه کار این شکلی فقط قرار بوده که اونجا قشنگ باشه حالا نکته ای که برای لانا مطرح بوده این بوده که از کار توی این کلاب میخواسته استفاده بکنه برای اینکه آشنا بشه با آدمهای مشهور و بتونه خودش رو برگردونه به صنعت سرگرمی. لانا هیچ وقت منصرف نشده بوده که بازیگری رو بذاره کنار بی خیال این حوزه بشه و میخواسته هر طور شده در قالب یک نقشی که جدیتر فرصت بیشتری بهش میده برگرده و وقتی این کار بهش پیشنهاد میشه با خودش فکر میکنه خب چی بهتر از این من میخوام کارگردان ها و نویسنده ها و تهیه کننده ها رو ببینم و این کلاب دقیقا همون جاییه که میتونم این کار رو بکنم یه مدتی گذشته بوده یه سه هفته گذشته بوده از اینکه لانا تو این کلاب شروع کرده بوده به کار کردن که روبرو میشه با شخصیت دوم ماجرای ما یعنی فیلسپکتر. حالا این فیلسپکتر اسپکتر ساله کی بوده؟ اگر علاقمند به موسیقی باشید احتمالا این آدم رو میشناسید به خاطر اینکه اون زمان یکی از قولهای دنیای موسیقی بوده. یکی از بزرگترین تهیه کننده ها و تران سراهای زمان خودش بوده احتمالا همه زمان ها. حالا من یه کوچولو راجب این فیل اسپکتر توضیح میدم تا قشنگ دستتون بیاد که داریم راجع به چه آدمی صحبت میکنیم هاروی فیلیپ اسپکتر توی 26 دسامبر 1939 به دنیا میاد مادر و پدرش بنجامین و برتا اسپکتر یه خانواده مهاجر روسی یهودی بودن که اومده بودن توی نیویورک و اونجا ساکن شده بودن یک خواهر بزرگتر از خودش هم به اسم شرلی داشته زندگیشون به ظاهر زندگی خوبی بوده تا اینکه توی آپریل 1949 پدر فیل با یک عالمه بدهی خودکشی میکنه بعد از این اتفاق خانواده فیل مهاجرت میکنن از نیویورک و میان لس آنجلس خب الان اینجا خیلی شبیه به قصه لانا میشه به خاطر اینکه اون هم وقتی وارد میشه به لس آنجلس متوجه میشه که به چی علاقه داره میخواد تو چه حوزه کار بکنه و خیلی زود همین رو میفهمه حدوداً 17 ساله بوده که یک بندی رو درست میکنه با دوستاش شروع کنه اونجا شعر گفتن آماده کردن همه چیز برای اجرا ولی خیلی زود میفهمه که اون اعتماد به نفس استیج رو نداره نمیتونه بره روی صحنه به خاطر همین ترجیح میده که پشت صحنه بمونه و اجازه بده بقیه روی صحنه برن و این شاید مهمترین انتخاب توی زندگیش بوده به خاطر اینکه اون رو توی 21 سالگی تبدیل به یک میلیونر میکنه. اون زمان همه روزنامه ها در مورد یک پسر 21 ساله میلیونر تیتر میزنن. این رو در نظر بگیرید که توی 21 سالگی میلیونر خود ساخته شدن. خیلی کار دشواریه این میلیونر خود ساخته از اون میلیونر خود ساخته های خانواده کارداشیان نیستا واقعا خود ساخته از یک پدر ورشکسته ای که خانواده مجبور شدن فرار کنن به یک شهر دیگه تو تبدیل بشی به یک آدمی که توی همون سن و سال میری یک خونه میخری با سی و سه تا اتاق یک قصر و اونجا شروع میکنی به زندگی کردن اینا رو در موردش بگم که اون توی 1970 دهه آلبوم میسازه برای بیتلز با جان لنون کار میکرده با جورج هریسون کار میکرده تو عواسط دهه هفتاد اسپکتر 18 تا تکاهنگ برتر ایالات متحده رو برای هنرمندای مختلف میسازه یعنی شما اندازه بگیرید که این آدم چقدر بزرگ بوده اون برای آدمای مشهور زمان خودش مثل لئونارد کوهن هم کار کرده بود یعنی البته در حقیقت باید بگیم با اونها کار کرده بود براشون خیلی منطقی نیست همه یادم های گنده موسیقی اون زمان یا باهاش کار کرده بودن یا علاقه داشتن که باهاش کار بکنه. اما پشت این همه شهرت و محبوبیت بین طرفدارای موسیقی یک لول دیگه هم از زندگی بود این آدم غرق بود توی مواد الکل و تنهایی خیلی قدرت این رو نداشت که با آدمها ارتباط برقرار بکنه و به خاطر همین هم روابط اجتماعی محدودی داشت دوست محدودی داشت خیلی کم میتونست کسی رو به عنوان دوست صمیمی انتخاب کنه و بیاره توی خونش زندگی شخصیش هم همچین زندگی شخصی براهی نبود. توی زندگی شخصیش ازدواج میکنه و زمانی که متحل بوده با یه دختری از بند رونتس به اسم رونی وارد ارتباط میشه. حالا شما در نظر بگیرید که این ارتباط پنهانی بوده اما در نهایت لو میره از همسر اولش جدا میشه میره با این خانم رونی ازدواج میکنه و در نهایت توی 1974 خانم ازش جدا میشه و سالها بعد میاد توی کتابش خاطراتش رو از زندگی مشترکش با این آدم مینویسه و اونجاست که تازه مشخص میشه با کی طرف بودن توی خاطراتش توضیح میده که چطور اسپکتر کل زندگی ای این آدم رو نابود کرده برای اینکه توضیح بدم چقدر این خانم توی صنعت موسیقی راکنرول مشهور بوده این رو بگم که در لیست دیویست خواننده برتر آمریکا این خانم رتبه هفتاد رو داره یعنی انقدر آدم مشهور و موفقی بوده حالا چه قبل چه بعد توضیح میده که تمام مدتی که با فیل ازدواج کرده بوده فیل اون رو توی خونه حبس میکرده کفشاش رو میبرده اجازه نمیداده بیاد بیرون دور خونه حفاظ کشیده بوده دور خونه سگای وحشی گذاشته بوده که میگرفتن یه تابوت طلایی با در شیشهای گذاشته بوده وسط خونه و به زنش میگفته که ببین اگر منو ترک کنی میکشمت میذارمت توی این تابوت و به همه نشونت میدم اجازه نمیده دیگه توی صنعت موسیقی کار بکنه اون زمانی که زنش بوده و در نهایت این خانوم میتونه با کمک مادرش یک روز یواشکی یکی از شیشه های این قصر فیلسپکتر رو بشکنه فرار کنه و بره و پشت سرش هم نگاه نکنه وقتی از اون خونه میاد بیرون طبق اون چیزی که توی کتاب خاطراتش گفته میگه که من مطمئن بودم که اگر از خونه نمی اومدم بیرون زنده نمی این کتابی که اسمش هم هست بی مای بیبی به عنوان مشهورترین بیوگرافی راکن رول معرفی شده مشهورترین کتاب در این زمینه خلاصه که این خانم توضیح میداده که ما وقتی در جریان طلاق بودیم سه تا هم فرزند خونده داشتن این من رو تهدید میکرده مدام میگفته که یه قاتل میفرستم سراغت که بکشتش و توی خاطراتش میگه که از عادتهایی که مداوم فیل داشت این بود که با اسلحه حرف میزد و اسلحه رو میگرفت سمت من عادت داشت که مدام من رو با اسلحه تهدید بکنه عادت داشت که همه ی حرفاش و عصبانیتش رو با اسلحه نشون بده و یه عالم هم اسلحه توی خونه نگه می داشت. خب رو در نظر بگیرید که همسر سابقش داره این حرفا رو میزنه. در کنارش بقیه آدم که میشناختنش هم همین حرف رو میزنن. میگن فیل عادت داشت که همیشه اسلحهش رو با خودش ببره بیرون. عادت داشت که توی هر شرایطی که یکم توی تنگنا قرار میگیره اون رو بکشه و مردم رو تهدید بکنه. یکی از نکات که در موردش هست اینه که خیلی آدم ریزنقشی بوده خیلی لاغر بوده خیلی ریزندام بوده و آدمهایی که باش در ارتباط بودن میگن هر جایی که این حس میکرده از نظر روانی و فیزیکی توی تنگناست و نمیتونه نشون بده که چقدر قدرت داره دست میکرده زیر لباسش و اسلحه رو در می آورده. حتی سر ضبط یکی از کارهای جان لنون این اسلحه رو میکشه و انقدر عصبانی بوده که چار پنج تا تیر میزنه توی در و دیوار اونجا جان ازش عصبانی میشه و میگه که ببین اگر میخوای به من شلیک کنی بیا مستقیم به من شلیک کن به در و دیوار نزن استودیو رو خراب نکن و گوشای من رو هم کر نکن من به این گوشا برای کارم احتیاج دارم اما چیزی که همه در موردش میگفتن این بوده با وجود همه این اسلحه حمل کردناش آدمی نبوده که از اصلش استفاده بکنه هیچ وقت به کسی شلیک نکرده بوده که البته به نظرم یکم مسخره است خب اگه شلیک کرده بوده که الان تو زندان بوده آزاد نبوده شلیک نکرده بوده فقط برای تهدید این رو اینور اونور میبرده حالا شما این رو در نظر بگیرید قول دنیای موسیقی 3 فوریه 2003 اومده به همون کلابی که توش لانا کار میکرده مست مست از اینجا بگم مست که آقا اون شب دو تا قرار با دو تا خانم مختلف داشته یعنی اول رفته سری قراری با یک خانومی تا میتونسته نوشیدنی خورده بعد از اونجا آمده بیرون رفته سر یک قرار دومی تا میتونسته نوشیدنی خورده با اون خانوم رفتن خونش بعد از اونجا اومده بیرون اونو راهی کرده رفته اومده بیرون و حالا در حالی که روی پاهاش هم بند نیست با لیموزینش اومده دم این کلاب وارد میشه و میاد از پله ها بره بالا که بره توی اتاق وی خیلی لاغرندام بوده و به خاطر اینکه موهاش هم کم پشت شده بوده همیشه کلاه گیسای خیلی عجیبی میذاشته. اون شب لانا اینو از پشت سر توی راه پله میبینه و میره سمتش و اشتباهی بهش میگه که خانم کجا شما نمیتونید برید بالا و خب این حرف اونو که هم مست بوده هم بهش گفته بودن خانوم عصبانی میکنه بر میگرده شروع میکنه با لانا دعوا کردن داد و بیداد کردن یه چند نفری که اونجا مسئول بودن توی کلاب میان جداشون میکنن و آروم به لانا میگن که چیکار میکنی؟ این فیل خیلی پولداره خیلی مشهوره خیلی موفقه برای چی الان این حرفا رو بهش زدی و خب لانا میره ازش عذرخواهی میکنه میگه اگه نوشیدنی میخواید براتون میارم اونجا هم دوباره نوشیدنی میخوره و تا ساعت دو نیم شب توی اون کلاب میمونه. ساعت دو نیم هم شیفت لانا تموم شده بوده هم دیگه در نهایت مستی این آقای فیل داشته میومده بیرون از کلاب بیرون اومدنشون همزمان میشه میان بیرون و اینجا تازه فیل میبینه که چقدر این خانوم خوشگله شروع میکنه باش صحبت کردن که آره بیا بریم قصر من اونجا با هم یه نوشیدنی میخوریم فیلم میبینیم صحبت میکنیم و این هی میگفته که نه من نمیام و خستم میخوام برم خونه اون هی اصرار میکرده این کشمکش انقدر ادامه پیدا میکنه تا بالاخره لانا سوار لیموزین فیلم میشه و با هم میرن به قصر فیلم هلوهوش ساعت سه میرسن یه دو ساعتی صبر میکنیم و بعد از دو ساعت ساعت پنج صبح یک تماس با 911 گرفته میشه. یک آقایی پشت تلفن میگه که من فکر میکنم رئیسم یک نفر رو کشته. بهش میگن که چرا این فکر رو میکنیم یا خون اسلحه دستش بود خونی بود و توی خونه یک نفر افتاده. بهش میگن که رئیست کیه؟ میگه که فیلس بکتر. بعد از این تماس نیروهای پلیس با چند تا ماشین و مسلح و اینا اعزام میشن دم در خونه ی فیل و خب بهش اختار میدن که از خونه بیا بیرون این تلو تلو خوران در حالی که خیلی مست بوده از خونه میاد بیرون و هی بهشون میگفته که وای اگر بدونید چه اتفاقی افتاد خیلی اتفاق وحشتناکی بود همینجوری هم هی تلو تلو میخورده پلیس فکر میکرده که خب احتمال داره این مسلح باشه دیگه بهش میگفته دستاتو ببر بالا بیا جلو بخواب روی زمین اصلا نمیفهمیده اینا چی میگن بهش میگن که دستاتو به بر بالا و این دست میکنه توی جیبش و پلیس فکر میکنه که خب میخواد اسلحه در بیاره با شوکر این شوکرایی که شلیک میشه به شلیک میکنن از یه ورش در میره دوباره به شلیک میکنن از یه ور دیگهش در میره سومی ها که به شلیک میکنن بهش میخوره و میفته روی زمین میفته رو زمین و خیلی مست و بدون کنترل این رو سوار ماشین میکنن و میبرن اداره پلیس از اون طرف نیروهای پلیس وارد خونه میشن و میبینن که توی طبقه اول روی یک صندلی لانا کشته شده. دهنش بازه، گلوله وارد دهنش شده، دهنش خونالوده و خب مرده. این رو بگم که اگر بعد از این پرونده در موردش سرچ کردید، متاسفانه عکس‌های صحنه جرم این پرونده منتشر شده و دیدنش خیلی خوشایند نیست فکر می کنم تصاویر از توی دادگاه منتشر شده یعنی کسی توی دادگاه وقتی تصاویر به نمایش در اومده عکس گرفته و منتشر کرده خب الان ما لانای رو داریم که توی خونه فیل مرده گلوله خورده گلوله وارد دهنش شده و فیل رو داریم که مست توی اتاق باز بازجویی نشسته و پلیسا دارن ازش بازجویی میکنن فیل مست نشسته توی اتاق بازجویی و از اونجایی که هنوز عقلش سر جاش نیومده بهترین فرصتیه که پلیس بتونه ازش حرف بکشه وقتی ازش میپرسن که چه اتفاقی افتاده اون زن توی خونه تو چیه میگه که این زن اومد خونه من اصل همو برداشت لعنتی خودش رو کشت این چند تا جمله که داره میگه رو هم با یک عالمه فحش همراه میکنه به لانا هم با زبان بدن مدام داره اتفاقاتی که افتاده رو تصویر سازی میکنه. این رو بگم که این رفتار توی توضیح همچین اتفاقاتی نشون دهنده اینه که طرف خیلی میخواد تأثیر گذار باشه و دقیقا داره همین کار رو میکنه. با دستش شکل اسلحه رو نشون میده، نوع شلیک رو نشون میده. همینجوری هی داره این موضوع رو تکرار میکنه و بین حرفهاش هم خیلی کلمات توهین‌آمیز استفاده میکنه هیچ احساس ناراحتی هم توی رفتارش موقعی توضیح دادن وجود نداره تو بالاخره اصلا یک آدمی جلوت خودکشی کرد یکم ناراحت باش تو شاهد یک صحنه مرگ بودی هیچ احساسی توی رفتارش وجود نداره یه یه ذره که میگذره و مستیش که میپره تازه میفهمه چی کار کرده به پلیس میگه که من دیگه هیچ حرفی نمیزنم و وکیل میخوام اولین کاری هم که میکنه زنگ میزنه به دستیار شخصیش تنها کسی که توی اون دایره دوستاش بهش اعتماد داشته یک خانومی به اسم میشل بلیر و بهش میگه که بیا و همچین اتفاقی افتاده این میشل از دوستای قدیمیش بوده و انقدر باهاش صمیمی بوده که اون راننده ماشینش راننده لیموزین قبل از اینکه تماس بگیره با پلیس به میشل زنگ زده بوده اما چون پنج صبح بوده اون جواب نداده بوده این هم زنگ زده بوده به پلیس میشل میاد همون موقع اعلام میکنن که برای آزادیش وسیقه یک میلیون دلاری میخوان و از اونجایی که فیل خیلی آدم پولداری بوده یک میلیون دلار پولی نبوده که نتونه تعمین بکنه وسیقه رو میذاره از زندان میاد بیرون اما خب خونش هم پر خبرنگار بوده دورش هم صحنه جرم بوده نمیتونسته برگرده به خونش میره موقتا تو یک هتلی ساکن میشه تا تکلیف پروندهش و دادگاهاش مشخص بشه توی هتل میشل چندین بار ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاد و اون به شکل مداوم دو تا چیز رو تکرار میکرده نمیدونم همش اتفاقی بود نمیدونم همش اتفاقی بود البته خیلی فایده نداره به خاطر اینکه خیلی زود جواب پزشکی قانونی میاد توی پزشکی قانونی اعلام میشه که گلوله از دهن وارد شده ولی انقدر این فشار اسلحه به دهن محکم بوده که یه تعدادی از دندونای لانا کنده شده و روی فرش افتاده. کسی که خودش اسلحه رو توی دهن خودش میذاره نمیتونه این کار رو بکنه. مشخص میشه که مقدار زیادی الکل توی خونش بوده و از اونجایی که اون سر کارش اجازه نداشت الکل بخوره نشون میده که توی خونه و با فیل الکل خورده بوده اما نکته دیگه اینه که پلیس شروع میکنه تحقیق کردن که ببینه فرضیه خودکشی چقدر میتونه واقعیت داشته باشه بالاخره یک چیزی بوده که مطرح شده بوده و باید روش تحقیق میکردن از صحبت با دوستا و خانوادهش خیلی زود میفهمن که نمیتونه واقعیت داشته باشه لانا با اینکه موقعیت کاریش به خطر افتاده بود و حالا داشته توی کلاب کار میکرد اما خیلی امید به زندگی داشته همیشه منتظر یک اتفاق جدید بوده خیلی شوق داشته برای کارش خیلی تصویرسازی میکرده که در آینده قرار چی کارا بکنه بعد از اینکه شغلش رو تغییر داد میخواد وارد چه حوزه ای بشه و از این تصویر سازی و حرفهایی که دوست داشت ازش دیده بودن واقعا نظریه خودکشی منطقی به نظر نمی بعد از نتیجه کالبوت شکافی پلیس به این نتیجه میرسه که خب ماجرا خودکشی نبوده و مسئله قتل بوده قتل درجه دو نوامبر 2003 دادگاه های فیل شروع میشه توی مرحله اول فیلم میاد یک وکیلی رو استخدام میکنه به اسم رابرت شپیرو این رابرت شپیرو در کنار رابرت کارداشیان پدر کارداشیان های معروف جزو گروه وکلای رویایی بودن حالا این گروه چی هن؟ خوام یکم راجبشون توضیح بدم که دقیقا ببینید ما داریم راجب چه وکیلی صحبت میکنیم این آدم تونسته بوده اوجی سیمپسون رو تبرعه بکنه از اتهام قتل یه پرانتز کوچولو راجع به این سیمپسون بگم این آدم زنش رو به همراه یک مرد دیگه به اسم ران من کشته بوده فرار کرده بوده با اسلحه و پاسپورت جلی میخواسته از کشور خارج شه و طی طولانی ترین و عجیب ترین تعقیب و گریز در آمریکا دستگیر میشه یه همچین آدم و این تیم وکلا میتونن دوی دادگاه تبرعش کنن نه سال میره زندان و بعد آزاد میشه. شما ببینید که چه وکیلی استخدام کرده. این توضیحات رو دادم که بگم که این آدم با پولش دونستی که از بهترین وکلای ممکن رو استخدام کنه. اولین کاری که این آقای رابرت میاد میکنه برای فیل اینه که به اصطلاح میاد یک دیوار مطبوعاتی میسازه. میاد خودش با مطبوعات صحبت میکنه، ماجرا رو به مطبوعات میگه برای اینکه اجازه نده شایعه پخش بشه. و مدام توی صحبتاش میومده به مطبوعات میگفته که هیچ شاهدی برای این ماجرا وجود نداره هیچ کس ندیده موکل من شلیک بکنه خب این رو در نظر بگیرید که نمیومده بگه که موکل من بیگناهه میومده روی این موضوع کار میکرده که هیچ شاهدی برای این اتفاق وجود نداشته میخواسته از طریق این روش اون رو توی دادگاه تبرئه بکنه یا اصلا بندازه گردن یه نفر دیگه اما چون فیل خودش اصرار داشته که من این کار رو نکردم و اصلا روی این موضوع مانور نمیداده با این وکیل به مشکل میخوره میاد این وکیل رو میذاره کنار و میره سراغ یک وکیل دیگه به اسم لزلی آبرامسون حالا این خانم لزلی کی بوده اون وکیل یکی از برادران منندز بوده و خیلی هم وکیل موفقی بوده پرونده های سخت رو قبول میکردیم. توی پرانتز بگم که اگر میخواید راجع به این برادران منندز بدونید پادکست چنل بی خیلی مفصل با رفرنس های دقیق و اتفاقات دقیق راجع صحبت کرده میتونید برید اون رو گوش بدید اون اپیزودی که در مورد برادر اندزه خلاصه که این خانم لزلی همون اول میفهمه که وضعیت فیل اصلا خوب نیست و احتیاج به یک دفاع جانانه داره این جور مواقع و کلای حرفه‌ای به متهمین پیشنهاد میدن که توی دادگاه هیچ حرفی نزن توی صحبت ها تو صحبت نکن تو جلو نپر تو وسط حرف کسی نپر خیلی خونسرد و آروم و مظلوم بشین تا ما به کارات رسیدگی بکنیم اما از همون اول این فیل شروع می کرده به اصلاح کردن حرفهای وکیلش توی جلسه هایی که ویدیویی بوده یا جاهایی که بعد از خودش یک ویدیویی می گرفته با وکیلش هی می پریده وسط حرف اون هی حرفش رو اصلاح میکرده هی نظر میداده وسط حرف هی حرفش رو نقض میکرده کرده می نه این شکلی نبود و در نهایت لذنی میفهمه که این موکل براش دردسر میشه و حتی میتونه سابقه و کارش رو خراب کنه به خاطر همین از همکاری باهاش انصراف میده خب اینجا احتیاج داشته به یک وکیل سوم ولی توی این حد فاصله وکیل دوم تا وکیل سوم یک فاصله ای وجود داره تا بره بگرده یک وکیل خوب پیدا بکنه میاد به میشل اون دستیار و دوستش میگه که ببین برو یه وبسایت درست کن من میخوام از خودم ویدیو بذارم و راجبه این صحبت بکنم که چرا بیگناه خب دوربین میاد و میشینه صحبت میکنه و رسما گند میزنه تو اون ویدیوها یعنی خیلی اصطلاح بدتری میخواستم به کار ببرم گند میزنه به خاطر اینکه میشینه جلوی دوربین و با خون سردی تموم میگه که من هیچ انگیزه ای نداشتم من برای چی این آدم رو باید میکشتم همه حرف هایی که وکلا برای دفاع ازش توی دادگاه میزدن رو جلوی دوربین میگه این آدم انقدر هوش اجتماعی نداشته که بفهمه اون حرف ها رو وکلا برای راضی کردن قاضی و هیئت منصفه میزنن نه افکار عمومی مردم تو اگه نشستی رو به روی دوربین و میخوای بگی اشتباه کردم نباید دلیل و منطق بیاری باید با احساسات مردم بازی کنی باید بگی که من بیگناهم من مظلومم به من ظلم شده من قلبی مثل آسمون دارم من خیلی بخشندم باید این حرفا رو بزنی تا مردم قانع بشن نه اینکه مردم رو مثل دادگاه هیئت منصفه قانع بکنی این ویدیوها فاجعه است یه تعدادیش هم پخش میشه اما در نهایت میشل نمیاد اینا رو روی وبسایت بذاره یعنی میترسیده که براش بدتر بشه شاید با یک وکیلی صحبت کرده بوده اما ویدیوها رو نمیذاره روی اینترنت. وکیل سومش رو پیدا میکنه. یک آقایی به اسم بروس کاتلر. حالا این بروس کیه؟ توی نیویورک سه دفعه تونسته بوده توی دادگاهی که از بزرگترین مافیاهای نیویورک رو تبرئه بکنه. شما اندازه بزرگ بودن این وکیل رو در نظر بگیرید. دیگه بحث قتل مطرح نیست. تونسته مافیا رو تبرئه بکنه. مافیایی که کشیدنش دادگاه. اما یه چیزی رو این آدم بروس نمیدونسته اینکه دادگاه ها توی نیویورک با لس آنجلس متفاوتن توی نیویورک این میرفته توی دادگاه شروع می کرده داد و بیداد کردن شروع می کرده متهم کردن بقیه خیلی با حمله میتونسته دادگاه رو پیش ببره اما سیستم دادگاه توی لس آنجلس متفاوت بوده و وقتی این میاد همون روش رو توی دادگاه لس آنجلس انجام میده ورق بر میگرده و به ضرر فیل تموم میشه. قاضی توی دادگاه میگه که وکیل نسبت به هیئت منصفه نسبت به من داره بی احترامی میکنه. توی دادگاه دادستان توی مرحله اول میره شیش تا زن مختلفی که قبلا فیل باهاشون در ارتباط بوده رو میاره. بلا استثنا شیش توی دادگاه میگن که اون عادت داشت اسلحه به طرف ما بگیره اون عادت داشت که خشونت اعمال کنه اون عادت داشت که تهدید به مرگ بکنه ما رو زندانی میکرد خب حالا شما یک قتل داری شیش هفت تا زن که میان حرفهایی میزنن که این آدم خشونت انجام میداده و یک اتفاق وحشتناکتر میفته دو تا از بچه هاش که فرزند خوندش بودن و هزانتشون رو از مادرشون گرفته بوده میان توی دادگاه و یک شهادت وحشتناک میدن میگن وقتی ما توی سنین اول نوجوانی بودیم این آدم با دوست دختر اون زمانش اومد چشمای ما رو بست و ما رو مجبور به رابطه جنسی کرد و به همون مدام میگفتش که این یک یه که باید توی زندگی انجام بدید این چیزیه که باید تجربه کنید و بزرگ بشید و میگه که با دوست دختر خودش بود تمام این رفتارهای جنسی حالا شما ببینید که چقدر توی دادگاه داره نشون داده میشه که این آدم متزلزله داد ستانی توی دادگاه میاد حرفهای فیل رو زیر سوال میبره میگه خب باشه تو میگی که این آدم اومده تو خونه تو و نشسته روی صندلی و به خاطر حالا افسردگی که ادعا میکنی خودکشی کرد چرا اینقدر مدرک علیهت وجود داره این آدم خودکشی کرده چرا فقط در اون کمدی بازه که اسلحت توش بوده یعنی اصلا بار اول اومده تو خونه میدونسته که کجا اسلحه رو گذاشتی این هیچی بعد اگر تو ادعا میکنی که این آدمی که توی خونه تو خودکشی کرده رو صندلی این کارو کرده چرا بقیه جاهای خونه خونه این یکم عجیب شد یعنی که مثلا توی بالا توی دستشویی طبقه بالا توی سینک دستشویی یک حوله خونی بوده که شسته شده بوده لباس فیل توی کمد خونی بوده جای راه رفتن جای مسیر خون توی راه پله ها مونده بوده خب جسد که حرکت نمیکنه پس تو خونی بودی دیگه نکته بعدی اینه که روی اسلحه که زیر صندلی کنار لانا افتاده بوده هیچ اثر انگشتی وجود نداشته خب اگه این آدم خودش رو کشته که باید روی ماشه اثر انگشت خودش باشه فقط وقتی نیست که یک نفری اثر انگشت رو پاک کرده اگه تو ادعات میشه که خودش رو کشته برای چی اصلا انگشتش رو پاک کردی کارشناسا هم میگن که به احتمال زیاد اون شب لانا میخواسته از خونه بیاد بیرون و به خاطر همین هم فیل عصبانی شده و بهش شلیک کرده چرا این حرفو میزنن جسد لانا در حالی که روی صندلی افتاده بوده کیف رودوشیش که میخواسته بره بیرون رودوشش بوده آدم وقتی میخوان خودکشی بکنن که کیف رو روی دوششون رو نمیندازن اصلا کیفشون یه جای دیگه است میرن برمیدارن اسلحه رو میان و خودشون رو میکشن در نهایت دادستانی ضربه نهایی رو میزنه آدریانو دسوزا راننده ماشین راننده لیموزین فیل بوده که اون روز زنگ زده بوده به پلیس به عنوان شاهد احضار میشه توی دادگاه که بیاد و صحبت بکنه راننده ماشین میگه که من مطمئنم که اون قاتله حالا قصه رو چه شکلی تعریف میکنه میگه اون شب وقتی که ما از کلاب اومدیم بیرون فیل رفت سمت لانا و شروع کرد بهش گفتن که بیا بریم خونه با هم دیگه مشروب میخوریم هی اصرار کرد اصرار کرد و لانا اصلا نمیخواست بپذیره میگه از یک جایی به بعد فیل دیگه بهش التماس میکرد و وقتی که اون این التماس ها رو از یک مرد 60 ساله دید قبول کرد که بیاد یه شات با هم نوشیدنی بخورن و بعد اون برگرده بره خونه. سوار لیموزین شدیم و وسط راه لانا منصرف شده بود. میخواست پیاده بشه. شروع کرد از من خواستن که یک جایی نگه دارم یهو یه فیل سرش داد زد که تو حق نداری با راننده صحبت بکنی. من اونا رو رسوندم خونه و به واسطه حرفایی که زده شده بود من حدس می زدم که مثلا نیم ساعت یه ساعت بعد بعد ببرم برسونمش به خاطر همین هم دم در خونه وایسادم و این زمانی که اینها داشتن توی خونه با همدیگه صحبت میکردن و فیلم می دیدن من دم در بودم حالا هر فیلمی هم نمی دیدن اونا داشتن یک فیلم سینمایی می دیدن به اسم کیس تو مارو گود که از قضا تو این فیلم هم یک آدمی زده یک نفر دیگه ای رو کشته یعنی اصلا محتوای کاملا جوره تو این داستان میگه که من منتظر بودم دو ساعت طول کشید و من یک صدایی از تو شنیدم میگه من این صدا رو که شنیدم رفتم سمت خونه فیل از در خونه اومد بیرون در حالی که لباسش خونی بود گفت فکر کنم یکی رو کشتم خب این خیلی دیگه اعتراف مستقیمی بوده تا الان هم دادستانی شاهدش رو پنهان کرده بود اما در جا وکیلش سعی میکنه این وسط ماجرا رو جمع جور بکنه و میگه که نه به خاطر اینکه زبان اصلی این راننده انگلیسی نیست موکل من گفته که فکر میکنم یکی کشته شده نگفته که یکی رو کشتم خب اینجا دادستان تو دادگاه میگه که این اصلا ممکن نیست ما تا الان هیچ اشتباه زبانی هیچ لغزش زبانی هیچ کج فهمی از این آدم ندیدیم خیلی هم روون داره انگلیسی صحبت میکنه و این توجیهی که تو میاری اصلا منطقی نیست. خلاصه که شاید برای ما واضح باشه اما گویا برای هیئت منصفه چندان واضح نبوده. هیئت منصفه میرن شور میکنن و در نهایت نصفشون میپذیرن که گناهکار نصفشون میگن نبی گناهه در نتیجه خب دادگاه لغو میشه دیگه یعنی همه چیز میره از اول دادستان دوباره باید بره مدرک جمع بکنه وکیل مدافع دوباره بره مدارک که محکمتر جمع کنه و یک دادگاه دیگه برگزار بشه به این اتفاق اصطلاحا میگن میستریال کلا دادگاه میره رو هوا همه برمیگردن سر خونه اول تو این زمان که فیل به قید وسیقه آزاده تا دادگاه بعدی برگزار بشه یک کار عجیبی میکنه اون دوستش میشل رو یادتونه میره به اون درخواست ازدواج میده دلیلش هم این بوده که اگر تو با من ازدواج بکنی این رازهایی که از من میدونی رو هیچ وقت نمیتونی توی دادگاه بیای بگی خیلی از قضیه رانندش ترسیده بوده این نکته رو توضیح بدم که گویا در قوانینشون چیزی وجود داره که طبق اون زن و شوهر نمیتونن علیه همدیگه شهادت بدن به خاطر همین خیلی علاقه داشته که با میشل ازدواج بکنه که اون نره رو بگه حالا من نمیدونم به جز این قتل چه رازهای دیگه ای پیش میشل داشته که انقدر میترسید اما میشل خیلی جدی بهش میگه که نه من همچین قصدی ندارم به خاطر اینکه من مثل دوست به تو وفادارم هیچ دلیلی نمیبینم که رازاتو جایی بگم و خب پیشنهادش رو رد میکنه اما همچین رو هوا هم نمیمونه یک سپتامبر 2006 میره با یک خانم دیگه ای به اسم ریچل ازدواج میکنه این خانوم 26 ساله بوده اون موقع دادگاه های جدید برگزار میشن و توی این مرحله دادستان میگه که قطرات خونی که روی کت فیل بوده با بررسی بشه. قطرات خون مشخص میشه که متعلق به لانا بودن. وکیل فیل خیلی اصرار داشته که این قطرات اونقدر کوچیکن که نمیتونن علامت قتل باشن. اما یک کارشناس میاد توی دادگاه و میگه که با توجه به نوع شلیک که از جلو به مقتول شلیک شده بیشتر خون از پشت سر خارج شده و اصلا از جلو خونی روی فرد نمی پاشه مگه خیلی کم این قطرات خونی هم که روی کت فیله نشون میده که اون بسیار بسیار به مقتول نزدیک بوده خب دو حالت داره دیگه تو گفتی اون داره خودکشی میکنه یا تو کشتیش اگر کشته باشیش این نزدیک بودن منطقیه تو رفتی جلو و کشتیش اگر ادعا میکنی که اون خودکشی کرده و تو اینقدر نزدیکش بودی به راحتی میتونستی جلوی خودکشی رو بگیری و این منطقی نیست که تو انقدر نزدیک اون وایسادی و اون خودش رو کشته و هیچ کاری هم نکردی از اون طرف طبق مدارک جدیدی که وکیل فیل جمع کرده بوده میاد یه سری مدرک پزشکی به دادگاه ارائه میده که توی این مدارک پزشکی مشخص میشه که لانا یک دارویی مصرف میکرده که این دارو تداخل داره با الکل و میتونه منجر به حس افسردگی و فکر خودکشی و اینجور چیزا بشه میاد میگه بر اساس این داروه و مصرفش و اینکه توی خون لانا مقدار زیادی الکل پیدا شده اون الکل خورده این دارو رو مصرف کرده بوده فکر خودکشی به سرش زده همون موقع خودکشی کرده اینجا مادر لانا میاد توی دادگاه و میگه که این منطقی نیست اون هیچ وقت توی زندگیش حتی نزدیک به افکار خودکشی هم نشد مخصوصا توی این بازه زمانی میگه همون صبح روزی که شبش لانا به قتل رسیده ما با همدیگه رفته بودیم بیرون و اون یه جفت کفش خوشگل دید اون ها را خرید گفت این ها برای سر کارم خیلی جذابه خیلی مناسبه و آدمی که حتی ته ذهنش فکر خودکشی داره نمیاد این کارا رو همون روز انجام بده در نهایت سال 2009 6 سال بعد از کشته شدن لانا فیلسپکتر در مورد قتل درجه دو گناهکار شناخته میشه و بهش حبس ابد میدن امکان آزادی مشروطش امکان درخواست آزادی مشروطش هم 19 سال بوده اما این رو در نظر بگیرید که این آدم تمام دوران زندانش میگفته که خودکشی بوده و من بیگناهم و خب یکی از شروط اصلی درخواست آزادی مشروط اینه که فرد بپذیره که گناهکاره و احساس پشیمونی داشته باشه و خب اصلا ذره احساس پشیمونی از خودش نشون نمیداده این رو هم بگم که فیل سال 2016 میگه که نمیتونم آشتی بکنم با همسرم اختلاف و آشتی ناپذیر داریم و 2018 هم از اون خانومی که باش ازدواج کرده بوده بین فاصله دوتا دادگاش جدا میشه سال 2013 علائم پارکینسون نشون میداده و سال 2014 رسما توانایی صحبت کردنش به خاطر مشکلات هنجری که داشته از دست میده 31 دسامبر 2020 توی بیمارستان بستری میشه و توی ژانویه 2021 براش لوله گذاری میشه دیگه رسما نمیتونسته غذا بخوره یا خودش تنفس بکنه 16 همه همون ماه هم یعنی 16 ژانویه 2021 هم از دنیا میره سال 2023 قرار دادگاهش بوده برای درخواست آزادی مشروط اما پیش از اینکه به این دوره برسه میمیره دخترش توی مصاحبه ها میگه که توی دوران همه گیری پدر من مریض شده بود و به خاطر اینکه علائم بیماریش جدی گرفته نشد و درست درمان نشد به خاطر همون علائم بیماری هم از دنیا رفت اون چیزی که اول ویدیو گفتم در مورد اینکه انگار آدم های مشهور مهم نیست که چه جنایتی انجام میدن اینجا خودش رو نشون میده وقتی که این آدم میمیره روزنامه ها و رسانه های مشهوری از جمله نیویورک تایمز میان یه سری تیترای عجیب و غریب میزنن مثلا می نویسن که میراس اسپکتر با محکومیتش به قتل خدشدار شده انگار که میراس اسپکتر و آسیب رسیدن به میراس اسپکتر مهمتر از قتلی بوده که اتفاق افتاده مهمتر از این بوده که جون یک آدمی به اون شکل گرفته شده انقدر این تیترها واکنش عمومی رو به همراه داره که در نهایت مجبور میشن تیترها رو تغییر بدن این پرونده هم تموم شد و یک آدم مشهوری یک آدم کمتر شناخته شده رو کشت و بعد از سالها اینطور به نظر میرسه که برای آدمها مهم نیست که جون یک نفر گرفته شده من خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو لایک کنید اگر در مورد این ویدیو نظری دارید حتما برامون کامنت بذارید ما همه کامنت ها رو میخونیم و لذت میبریم و خیلی خوشحالم که با شما بودم امیدوارم که همیشه شاد باشید